هوشنگ حسنیاری کارشناس مسائل نظامی همراه ما هستن. جناب حسنیاری متشکرم از حضورتون در برنامه. موارد مطرح شده در این گزارش رو شما چطور ارزیابی میکنید و چقدر فکر میکنید منطبق با شرایط فعلی و واقعیتی که در جنگ اوکراین و عراق و سوریه هست وجود داره؟ درود بر شما و درود بر ملت شجاع ایران. اون چیزی که در این گزارش اومده خود به جمع آوری اطلاعاتی است از سالهای 1980، یعنی سالهای جنگ ایران و جمهوری اسلامی و عراق، و ادامه پیدا میکنه تا به امروز. چیزی که جالب هست این است که علارغم دستیابی جمهوری اسلامی به این تکنولوژی و با وجود تحریم ها، خیلی روشن هست که جمهوری اسلامی توانسته در بسیاری موارد تحریم ها رو دور بزنه، و از اونجایی که قطعات بیشتر قطعات این پهپادها قطعات ساخت کشورهای غربی هستن، به خصوص دست یابی به این قطعات نشان از این میدهد که جمهوری اسلامی توانسته طی بیش از 4 دهه یک شبکه بسیار گسترده و وسیعی از شرکت‌های سوری، شرکت‌های واقعی با نام‌های مختلف و در کشورهای مختلف به وجود بیاره، که در مجموع توانسته تا به امروز قطعاتی رو که از نظر فنی بسیار پیشرفته هستند و که جمهوری اسلامی خود حتی امروز قادر به تولید اونها نیست، از خارج تأمین بکنه. ضمن این که به تدریج با ورود جمهوری اسلامی به جنگ اوکراین در کنار تجاوزگر روسی، جمهوری اسلامی توانسته از کشورهای دیگری نظیر چین و کره شمالی هم کمک بگیره برای وارد کردن قطعات، و به همین خاطر هست که توانسته برد پهپادهای خود را افزایش بده و قدرت تخریب اونها رو. جناب حسنیاری، در کنار مواردی که شما مطرح کردید مبنی بر پیشرفته بودن این پهپادها، همین چند روز پیش یکی از مقامات اوکراینی مصاحبه‌ای داشت در خصوص حجم و تعداد بسیار زیاد این پهپادهایی که در اختیار روسیه قرار داره داده شده. گفته میشه که انقدر این پهپادها زیاد هستن که ارتش روسیه از اونها به صورت کور استفاده میکنه، یعنی بدون هدف هم اونها رو پرتاب میکنن. از نظر قیمت هم بسیار ارزان هست. فکر کنید در واقع چه تبعاتی بگذاره در مذاکراتی گفته میشه بین ایران و غرب وجود داره، و چرا تا به حال بازدارنده نبوده مشخصا؟ این سوال خیلی خیلی مهمی است، به این معنا که قدرت این پهپادها بیشتر از استفاده زیاد اونها میاد، به این معنا که خب روسیه صدها پهپاد رو در اوکراین استفاده میکنه، و از اونجایی که قدرت ضد هوایی اوکراین اونچنان که بایسته است هنوز به اون مرحله نرسیده، به خاطر اینکه کشورهای غربی تا به امروز نخواستن و یا نتوانستن تمام نیازهای اوکراین رو برای دفع چنین حملاتی تأمین بکنن، این پهپادها تونستن به این کارها، یعنی به میزان خرابکاری اونها زیاده. این که به چه شکلی چنین وضعیتی پیش اومده، به اعتقاد من یکی از مشکلات بسیار مهم این است که کشورهای غربی علارغم تحریم‌هایی که علیه جمهوری اسلامی و سپاه و دیگران در جمهوری اسلامی اعمال کردن، به طور خیلی جدی این تحریم ها رو دنبال نکردن. در بسیاری موارد دیدیم که این تحریم ها سوری بوده، یعنی اینکه کسانی که برای جمهوری اسلامی کار میکنن این قطعات رو در کشورهای غربی خریداری میکنن، بعد از طریق کشورهای سادس به جمهوری اسلامی میرسونن، این اشخاص هنوز بسیاری از اونها مورد تحریم قرار نگرفتن. بنابراین این مشکل رو به وجود آورده که جمهوری اسلامی توانسته تعداد بسیار زیادی از این پهپادها رو نه تنها در داخل ایران، بلکه در بعضی از کشورهای دیگر تولید بکنه و اونها رو به روسیه برسونه. و بنابراین بایسته است که یک اجماع جدیتری بین کشورهای غربی به وجود بیاد برای برخورد با چنین مسئله. هر زمانی که این توافق کلیتر بزرگتر بین کشورهای غربی پیگیری شده، دیدیم که در بسیاری از موارد به عنوان نمونه فروش نفت و قاچاق نفت اینها بسیار کمتر شده بود، ولی خب ظاهراً کشورهای غربی به طور خیلی جدی با این مسئله
استفاده از این قطعات استفاده دوگانه از این قطعات و یا اینکه خیلی جدی کشورهای سالس رو مورد مؤاخذه قرار ندادن. به همین خاطر است که به نظر من این قطعات همچنان به جمهوری اسلامی میرسه و در نتیجه به روسیه و نتیجه اون این خرابکاری بسیار زیادی است که در اوکراین به وجود اومده. ولی در مقایسه با پهپادهایی که کشورهای دیگری نظیر ترکیه تولید میکنن به عنوان نمونه، پهپادهای جمهوری اسلامی هنوز از نظر کیفیت در اون حد قرار ندارن. متشکرم از شما هوشنگ حسن یاری، کارشناس مسائل نظامی و حضورتون در برنامه.